بسم الله الرحمن الرحیم. سوره آل عمران از آیه 188 الی ختم سوره آیه 200. نوار شماره 5. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا گمان مبر آنانی را که خوش میشن به آنچه که آمده اند و یحبون ان یحمدوا دوست دارن که حمد شوند صفت شوند بما لم یفعلوا در به سبب آنچه که نکردند فلا تحسبنهم بمفازه فکر نکو ایشان را دور من العذاب به بیابان از عذاب این از عذاب دور فکر نکو ولهم عذاب علیم از برایشان عذاب دردنهنده هست. عزیزان من سعی کنین یهود نصارا خوش دارن که صفت کرده شوند در برابر عملی که نکرده اند در برابر عملی که نکرده اند. جالب است، جالب. این فی خلق السماوات والارض این عزیزین است که نازل چه در پیدایش آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار در تغییر شب و روز لآیات لأولی الالباب دلائل دلالت کننده به صاحبان عقل است. ای اولو الالباب چی را میگه بگو؟ پس عاقل از متن قرآن باید تعریف شد. تعریف عاقل از متن قرآن و ارشاد قرآنی کریم. الذين يذكرون الله قياما آنانی هستند که الله را ذکر میکنند استاده. خواندم. یعنی الذين يذكرون الله قياما این از همین کسایی هستند که یاد میکنند خدا را در حالت استاده و قعودا در حالت نشسته و علی جنوبهم به پالو بر علاوه ازی و یتفکرون فی خلق السماوات والارض می اندیشند در نظام آسمان و زمین در بزرگی و فراخی استدلال به وجود خدا می کنند و می گویند که ربنا ما خلقت هذا باطلا ای پروردگار ما را عبس خلق نکرده ای سبحانک نسبت پاکی سر از عبس فقین عذاب النار و نگه کمایان را از آتش دوزخ سعی کو. روشن فکر فهمیدی؟ خلاصه عاقل دانشمند کی است؟ نمازخوان. کی است؟ نمازخوان. فعلا که نکتایی را از آلمان و تکساس امریکا در گلونش زد فقط مثل مواشی باری خوابیدگی است، نماز صبح نیست، خفتن نیست، 8 بجه خود شاور میگیره و در طرف دفتر و دیوان کنک زده میره. ای عاقل هم است، دانشمند هم است، متفکر هم است، روشن فکر هم است. نه، نماز اگر توان داشت استادکی، اگر نداشت شیشتکی، اگر نداشت با پالو به هیچ نوی از انواع از نماز دوری نمیکنه. طالب جانه ملای مدرسه فکرت باشه که نماز اینی قدر اندیشمند میسازه انسان را. میگوینه پروردگار ما ربنا ای پروردگار ما اینک من تدخل النار ای خدایا کسی که تو آتش دوزخ را ببری فقط اخزیت هور خورسوا کرده ای ما را به دوزخ نبر و مال ظالمین من انصار به ظالمین خود نصرت کننده نیست. ربنا ای پروردگار ما این نمایان سمعنا شنیدیم منادیان منادی را که رسول و قرآن است ینادی صدا میکنه لیل ایمان به ایمان انا آمینو بربکم که ایمان به پروردگارتان بیارین لیکن فآمنا ما ایمان آوردیم. ربنا ای پروردگار ما فاغفر لنا ذنوبنا ببخش به مایان گناه های ما را. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. و اوذو اذیت شدن فی سبیلی در راه ما و قاتلو جهاد کردن و قتلو شهید شدن لأکفرن عنهم سیئاتهم هر آینه می بخش ما و میکنم گناهانشان را ولو دخلنهم جنات داخل میکنم به جنتا تجری روان است من تحت زیر جنتا نار و چار نر ثواب من عند الله ای کدام عوض نیست کدام عوض شده نمیتونه این ثواب بخششی از نزد خداست والله عنده حسن الثواب در نزد الله چی است؟ بهترین ثواب است. لا یغرنک فریب ندید تو را نبی علیه السلام تقلب الذین کفروا گشت گذاری آنانی که کافران شدن فی البلاد در شهرها سی که کفار ویزه داره پاسپورت داره چکرها میزنه مسلمان ها چی میگه ما چرا امیر نداشته باشیم؟ الله میگه شما را فریب ندید گشت گذاری کفار در شهرها
چرا؟ لهم متاعون قلیل، از برایشان زندگی کم است. ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد، جای باشان دوزخ و چقدر بد جای است. و املی لهم ان کیدی متین، مهلت میتون برایشان گرفتم سخت است. اعراف 183. ایحسبون انما نمدهم، بگو انما نمدهم من مال و بنین، آیات بخوان. ایحسبون انما، ایحسبون انما نمد لهم من مال و بنون، آیا گمان میکنن که مال و اولاد و مال که دادیم به نفعشان است؟ مؤمنون 55، مؤمنون 55. سنستدریجهم من حیث لا یعلمون، سنستدریجهم من حیث لا یعلمون، زود است که درجه به درجه میگیریم از جایی که نمیدانن. اعراف 182، اعراف 182. خلاصه بفهمین که کفار منعم علیهم در دنیا نیستن. چرا؟ حقیقت نعمت خلاصی از ضرر عاجل و آجل است و کفار مشوب به دردهای خطرناکن، بناهن اینا منعم علیهی نیستند. اگر میرسین امام قرطبی یک مسئله زیبا را جواب داد، کفار اگر بگن که ما حق اگر نیستیم چرا در خوش و خرم زندگی میکنیم، مسلمان ها در غم، میگه کفار منعم علیهیم نیستند. چرا منعم علیهیم نیستند؟ نعمت تعریف شود. نعمت چی را میگه؟ نعمت امور میگه که انسان را از مصیبت، از اذیت ها، از درد ها نجات دهد. ولی اینا را چی میکنه؟ سنستدریجهم من حیث لا یعلمون. لکن الذین اتقوا ربهم، مگر آنانی که ترسیدن از پروردگارشان، لهم جنات تجری من تحت الانهار، از برایشان جنت هاست که روان است از زیر جنت ها چاه، از زیر درخت ها چار نر، خالدین فیها میشه هستن، نزولا من عند الله، یک میمانی از نزد خداست. و ما عند الله خیر للابرار، آنچه که پیش خداست بهتر به نیکان است. و این من اهل الكتاب، بعضی از اهل کتاب، لمن یؤمن بالله، هر آینه کسی است که ایمان میاره به خدا، و ما انزل الیکم، آنچه نازل شده به شما، و ما انزل الیهم، آنچه نازل شده به سوی خودشان که تورات و انجیل است، خاشعین لله، در حالی که خشوکنان به خدا هن، لا یشترون بی آیات الله ثمنا قلیلا، نمیگرن بدل در برابر آیات خدا دنیای ناچیز را رشوت، اولئک لهم اجرهم عند ربهم، در نزدشان اجر پروردگارشان است. ان الله سریع الحساب، الله تیز حساب کننده است. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ای مؤمنان صبر کنید در برابر مشقات، و صابروا ما اصبروا، صبر کنین در برابر مشکلات خوراک، و صابر و صبر کنین در برابر شدائد حرب، و رابط و پیرداری کنین، و تقول الله بترسین از خدا، لعلکم تفلحون، برای این که شما رستگاران شوین. جناب شاه منصور بابا یک توجیه دارن که او عبارت از این قرار است: اصبروا به نماز صبح صبر کنین، و صابروا به پیشین، و رابط و مراقب باشین که دیگر قضا نشوه، و تقول الله در شام بترسین که از پیشتان نروه، لعلکم تفلحون، تا که رستگار شوین بخفتن، تا که رستگار شوین بخفتن. سال ما را از امچه عذاب پناه بفرما. خداوند متعال عالم اسلامی را مشکلاتشان را دور بگردان. صحاب و سمره تفسیر و تلاوت ما را به همه مردهای مواصل مرتب لنصیبشان بگردان، خصوصا پدرجان، مادرجان ما را، بابای ما را، حاضرین ما را مغفور و مرحوم بگردان، حاضرین مجلس ما را خدمتگران و دعوتگران دین بگردان. الله متعال همه ما را خادم قرآن بگردان. الله خودت مهربان هستی، مشکلات عالم اسلامی به تو معلوم از دور بگردان. دوستای ما که در هر جای با ما همکار هستند و منتظر دعا کامیابی داره نصیبشان بگردان. مرکزهای دینی ما را، مسجد، مدرسه، جبهات مسلح مجاهدین در هر گوشه دنیا که هستند، الله پیروزی نصیبشان بگردان. الله ما را خادم دین بگردان، اولادای ما را بی پرده و بی آبرو نگردان. الله متعال کفار را شکست و نابود بگردان، بنده های مسلمان ها را از زندانهایشان خلاص بگردان. الله متعال اولادای ما را صالح بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سوره آل عمران از آیه 188 الی ختم سوره آیه 200. نوار شماره 5.